همونطور که خدمتون گفتم کم کم میخوایم یه مقدار پیچیده تر بکنیم کارامون رو و دیویدیمون رو. خب من این منوی که اینجا درست کردم اگر سیمیلیت رو بزنم، شما همونطور که اینجا میبینید آیکون مورد نظر من، اونی که موسم روش میره، به یه رنگ دیگه تبدیل میشه، به این معنی که بیننده من متوجه بشه کدوم عنوان رو الان انتخاب کرده و کدوم عنوان هایلایت هست در واقع. و به محض اینکه من روش کلیک بکنم، یا اگر بیننده انتر رو روی کنترلش فشار بده، شما همونطور که میبینین با کنترل اگه بخوایم کار بکنیم انتر رو بزنیم، یه لحظه زرد میشه و بعد دوباره فیلم پخش میشه یا اون چیزی که اینجا مد نظر پخش میشه. برای این کار ما چیکار میتونیم بکنیم؟ همونطور که شما اگه توی درس باتن خاطرتون باشه گفتم خدمتتون که میتونید اینجا توی قسمت استایل تکست مورد نظرتون رو تایپ بکنید و فارسی یا انگلیسی بودنش هیچ تفاوتی برای دیویدی استودیو پرو نمیکنه. در واقع این تکست رو به عنوان عکس در نظر میگیره، پس به هر زبونی که باشه براش تفاوتی نداره. اما شما اینجا یه include text in highlight دارید که به صورت دیفالت آفه، یعنی من اگه اینجا بیام یه باتن جدید درست بکنم، مثلا اینجا، شما همونطور که میبینید این include text in highlight آف هست و خاموشه به صورت دیفالت. پس ما چیکار میتونیم بکنیم که این اتفاق بیفته؟ اگر شما الان به این دکمه نگاه بکنید، من هم برای این text shadow یا سایه رو آن کردم که اگر آف بکنم شما میبینید نتیجه رو، و هم include text in highlight رو روشن کردم. این کار هست که به ما اجازه میده اگر بیام توی قسمت color نگاه بکنیم و بخوایم یه بررسی اینجا انجام بدیم، همونطور که شما می‌بینید ما یه simple داریم، یه advanced که حالا راجبشون بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی مبحث درسمون اینجا به این مربوط میشه که شما یه استیت نرمال دارین، یعنی شرایط نرمال، شرایط انتخاب شده و شرایطی که اکتیو شده. در واقع شما زمانی که اینجا میایید یه باتن رو انتخاب میکنید، اون رو سلکت میکنید، یعنی من اگه سیمولیت رو بزنم شما همونطور که میبینید اون رو انتخاب میکنید، پس به این رنگ در میاد و وقتی روش کلیک میکنید اکتیو میشه و زرد رنگ میشه، به همین رنگ در میاد. پس برای این کار انتخاب اون باتن یا حالا چیز نوشته مورد نظرتون و کالر و حالا اون رنگ هایی که دوست داشتید میتونید اینجا تعیین کنید. مثلا ممکنه بگید شما من نمیخوام به رنگ زرد نارنجی تقریبا در بیان اینها، میخوام اونی که انتخاب شد به رنگ فرزن سبز صدری تقریبا در بیاد، یا وقتی اکتیو شد به رنگ قرمز یا سرخابی در بیاد. شما سیمولیت میتونید بکنین و همونطور که میبینین به این رنگ در میاد که البته راستش بخوام من خودم خیلی خوشم نمیاد، و بعدش هم به اون رنگ. حالا شما برای دیدن اینها توی خود صفحه چی کار میتونید بکنید؟ شما همونجور که اینجا میبینین سه تا دکمه ما داریم زیر این قسمت منو. اولی دکمه های ما تو شرایط عادی هستند، دومی دکمه های ما تو شرایط انتخاب شدن، و سومی دکمه های ما تو شرایط اکتیف شدن. از اینجا شاید راحت تر باشه انتخاب کردن اون عنوانی که شما میخواید روش کار بکنید و یا حتی دیدنش، که نیاز به سیمولیت نداشته باشید هر بار که میخواید این تست رو انجام بدید. به طور مثال ما اینجا اگر بخوایم این رنگ رو میتونیم تغییر بدیم و این هم اپاسیتیشه. توی بیشتر نرم افزارها اپاسیتی از 0 تا 100، توی دیویدی استودیو پرو از 0 تا 15 است. نمیدونم، شاید خب حالا منطق خاصی داشته این کارو کردن، ولی به هر حال از 0 تا 15 هست. شما میتونید اپاسیتیش هم تعیین کنین که اون زیریه دیده بشه، حالا هر رنگی داره. الان ما اینجا با یه نوشته سر کار داریم، اگر یه عکس این زیر باشه شما ممکنه بخواید فقط یه ذره توی رنگش تاثیر بذاره که مشخص بشه که تغییر کرده. خب من اینجا مثلا میذارمش روی 8 و سلکتدش هم میام از اینجا سلکتد انتخاب میکنم، همونطور که گفتم شرایط عادی، شرایط سلکت شده، شرایط اکتیو شده. میام شرایط سلکت شدهش انتخاب میکنم و این رو میذارم مثلا سبز، مثلا خوب نیست، روی همین رنگ بهتره، یه مقدار فقط میارم پایین اپاسیتیش رو، مثلا میذارم روش روی 10. همونطور که شما الان اینجا میبینید من هر کدوم از این دکمه ها رو اگه انتخاب بکنم و بیام هر کدوم از این دکمه ها رو، دکمه های استیت اکتیو یا استیت سلکت رو بزنم، مشخص میشه که شکل اونها توی تصویر نهایی ما به چه شکل خواهد بود. خب این هم از ایجاد رنگ داخل تکست هاتون. اما باتن با همینجا ختم نمیشه و ما خیلی کارهای متنوع تر و جالب تری میتونیم با باتن ها انجام بدیم.